سلام ایرج خان، خوب؟ ایرج خان، ایرج خان، درو چرا قفل کردیم؟ ایرج خان، چقدر دلم واسه این خونه تنگ شده بود. چقدر تو این اتاقا دویدیم، آتیش سوزوندیم. مامانتیه کجا ساتی؟ بالا از خوابیده. شبا نمیتونه بخوابه، بر همین تو طول روز میخوابه. به خاطر آقای فرجون واقعا متاسفم. اصلا باورم نمیشه. شرمنده به خدا تو این مدت اصلا نتونستم بهت سر بزنم. این چه حرفیه؟ خب خانم دکتر عاطفه فرجام، زندگی چطوره؟ کار و بار موفقی؟ تا منظورت از موفق چی باشه؟ ولی خب میدونی کارم خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. توشی خانم گلچهر مهرگان وکیل موفقی هستی یا نه؟ تا منظور تو هم از موفق چی باشه؟ تو چی؟ مریضاتو نمیکشی که؟ از دستتو. هنوزم نمیشه باهات جدی حرف زد. من بیچاره رو بگو که میخواستم موکل تو باشم. راست میگی؟ خب من قول میدم تو توی دادگاهت ببری، به شرطی که تو هم قول بدی وقتی من مریض شده اومدم پیشت کلکم رو نکنی. قضیه چی آتی؟ راستش ایرج ازم شکایت کرده. ایرج شوهرت؟ شوهر سابقم. بگو ببینم داستان چیه دختر؟ داستانش مفصله. خب من عاشق داستانهای مفصلم. بگو ببینم. ما جدا شدیم واجه. شما دوتا، لیلی و مجنون، باورم نمیشه. من خواستم، اون نمیخواست، هنوزم نمیخواد. داستانم همینه. چرا آخه؟ دیدی یه زندگی اینقدر خوبه که آدم باورشون نمیکنه. حکایت زندگی ما هم همینطوری بود. ایرج از بیرون یه مرد ایدئال بود، یه مرد رویایی. چرا هر وقت سیر میشم قصم میگیره؟ چرا؟ آدم سیر دیگه نمیتونه بخوره. ببین این منطقه یه که ما گشتیم، یک چهارمش مونده. امروز از اینجا باید شروع کنیم. مهمه؟ بله. اگه پیدا نشدن چی؟ به قول عاطفه همیشه مثبت فکر کن. اگه قسمت باشه پیداشون کنی که حتما پیداشون میکنی، اگر هم قسمت نباشه که بازم انشالله پیداشون میکنی.
نمیدونم محمد. چی رو نمیدونی؟ تو چته اصلا؟ نگرانی؟ تا حالا خودت تو جای من گذاشتی؟ ها؟ بعد این همه سال برگردی مملکتت، بهت بگن مادرت زنده است، سه تا خواهر داشتی که هیچ کس بهت هیچی نگفته بوده. تو اگه جای من بودی چه حالی پیدا میکردی؟ راستش الان که فکرشو میکنم میبینم که ولش کن اصلا، باید زودتر راه بیفتیم. این سوالات چیه میکنی تو؟ ایرج به هم اعتماد نداشت، همیشه نگران بود، همیشه میخواست برای همه چیز خودش تنهایی تصمیم بگیره، حتی برای تعداد و ساعت چای خوردنهای من. خوب این که چیز عجیبی نیست عزیز من، همه شعرهای عاشق همینطوریه. وقتی عجیب شد که آروم آروم تصمیم گرفت حتی کارم رو ازم بگیره، باورت میشه؟ کار تو یعنی چی؟ تو فکر میکنی من چرا دیگه تو رو ندیدم؟ یا بچه های دانشگاه رو، بقیه بچه های دبیرستان رو. ایرج پای همه دوستای نزدیکم از خونه برید. خیلی طبیعیه عزیز من، همه دخترها یه جورایی بعد ازدواجشون معاشرتشون کم میشه. مسئله من این چیزا نیست، میدونی؟ ایرج خیلی وسواسی شده بود، همش میخواست بلش کن. گفتن این جور چیزا هم خودم ناراحت میکنه هم تو رو. خب حالا قضیه این شکایت دیگه چیه؟ وقتی قرار شد جداشیم، من سه دنگ از آپارتمانی که به نامم کرده بود با همه ی طلا جواهراتی که توی اون سالا برام خریده بود یا سر عقد گرفته بودم بهش بخشیدم. دیوانه ای تو به خدا، برای چی آخه؟ این چیزا اصلا برام مهم نبود گلچهر. بعدم نمیخواستم یه زندگی مستقل داشته باشم که احتیاجی به سرمایه باشه. خب که یه چک برام نوشت به عنوان مهریه، قبول نکردم، اصرار کرد، گفت اگه قبول نکنم حاضر نیست منو طلاق بده. بازم خدا پدرشو بیامرزه که یه همچین کاری کرد. من بعد از امضای طلاق چکو براش پس فرستادم. تعطیلی به خدا تو عاطفه، برای چی؟ اونم دوباره چکو برگردم. میدونی این مدت ایرج خیلی این در و اون در زد برای آشتی کردن، حتی بابا رو واسطه کرد. منم دیدم اگه بخوام چکو براش پس بفرستم بهونه پیدا میکنه مدام پاپیم میشه، بر همین پیش خودم نگهش داشتم. خب باز خوبه یه کار عاقلانه کردی برای اولین بار در تمام طول زندگیت. خب هیچی، چند روز پیش کارخونه به بحران خورده بود، من رفتم چک و نقد کردم. همه پولو دادی بابت کارخونه؟ محمد خیلی تحت فشار گلچه، منم که از روز اول پولو نمیخواستم. باشه، من فقط سوال کردم، نگفتم کار بدی کردی. بعدش چی شد؟ ایرج ازم شکایت کرده، نمیدونم برای چی، فقط نمیخوام غافل گیرم کنه، برای همین خواستم تو بیای. رو کمکت خیلی حساب میکنم. هنوز اون توه؟ بله. کلیدا رو پیدا نکردی؟ نه آقای زن، زنگ بزنم آقای فرجام، کلیدا باید پیش خودشون باشه. نه اون الان تو سفر، بهتر نگران میشه. آقای اشراق، آقای اشراق باز کن درو. آقای اشراق، من نمیخوام کاری کنم که هر دومون دلخور بشیم، باز کنین درو لطفا. باز کن در آقای اشراق، یا نه مجبورم زنگ بزنم به پلیس. باز کن آقا. بگو محمد خودش بیا. اگه بود که الان سالم تو اون اتاق نبودی. باز کن درم، اگه نه خوش کنم شاه. Thank you.
نگران دستمزدت هم نباش. میدونم الان وکیل گرونی هستی، این پرونده برات کوچیکه و بیشتر برای شرکت بزرگ کار میکنی، ولی از شوخی گذشته هر چقدر ببینم کی خواست از تو دستمزد بگیره. نه ببین، اگه نخواهی که خیلی خوب. حالا آتی جانم، میگم محمد خوب حالش؟ آره بد نیست. میدونی بابا خیلی یه دفعه رفت تو بدترین موقعیت کارخونه، دانش همه کارا ریخته رو سر محمد، ولی خب خوبه. تو چی؟ از زندگیت راضی هستی؟ بالاخره با پسرم جونت ازدواج کردی؟ نه بابا، این پسرمو برای ما پسرمو بشو نیست، فعلا رفته اقامتش رو بگیره، قرار شد وقتی برگشت اون وقت. ببخشید. الو. سلام خانم دکتر، زنت هستم. ببخشید به موقع مزاحمتون شدم. سلام، چی شده؟ آقای اشراق اومده تو اتاق پدرتون، درم به خودش قفل کرده، هر چقدر در میزنیم درو باز نمیکنه. مجبور شدم به شما زنگ بزنم، گفتم به محمد نگم تو سفر نگران نشه، میخواستم ببینم شما کلیده. چی آخه؟ چی بگم والا، منشی میگه بی خبر اومده صاف رفته تو اتاق، میخواستم ببینم که شما کلید دارین یا زنگ بزنم کلید ساز بیاد. من الان خودم میرسونم کارخونه. چی شده عاطفه؟ ایرج، دوباره ایرج. گلچهر، میتونی یه لطفی در حقم بکنی؟ آره عزیز من، حتما. من باید یه سر برم کارخونه، منتها نمیتونم الان مامانتیه رو بیدار کنم با خودم ببرمش، هیچ کس هم نیست که بگم بیاد اینجا. میتونی یه ساعت دیگه بمونی؟ همون جمله همیشگی، این منطقه پر از سالاریه. فایده ای نداره، بهت که گفتم. مثبت فکر کن، بهت که گفتم. دیگه بعد کجا بری؟ یه دقیقه اون عکسو بده. اینجا چی نوشته؟ چرا تا الان دقت نکرده بودیم؟ حتما اسم عکاسیه است، شاید هنوز باشه، کمرنگه. ببین میتونی اسم روشو بخونی؟ آها یادم نبود تو فارسی نمیتونی بخونی. چرا تا الان به فکرمون نرسیده بود؟ دکتر عاطفه گفت میتونیم از عکاسیام سوال کنی. خب نابغه اینو زودتر میگفتی. من که تهران بهت گفتم. حالا همه کاسه کوزه ها شکست سر من، اصلا چرا زودتر به فکر خودم نرسید؟ آخه همه به یه اندازه باهوش نیستن. نه بابا، به جای این بلبل زبونی ها شما فارسی تو خوب کن آقای باهوش باسواد نخبه. یادش بخیر، این از کارهای برادر مرحومم بود. یعنی این عکس همینجا گرفته شده؟ نه، اونجا دیگه بسته شد، عکاسی برادرم بود. ما داریم دنبال این خانواده میگردیم، یعنی راستش خب اگه عکاسی باز هم بود نمیتونست به شما کمکی بکنه، چون این عکس خیلی قدیمیه. یعنی فکر میکنی؟ صبر کن، اجازه بده اول ازتون عکس بگیرم، شاید هنوز نگاتیفش اینجا باشه، چون یه بار برادرم که کار برنایی میکرد یه سری از نگاتیفش آورد پیش من گذاشت.
پس شما میتونین پیداشون کنی؟ آخه اگه پیدام که بشه دیگه فایده نداره، ما آدرسی که از مشتری ها نمیگرفتیم. اما میتونم روی دفترچه‌های قدیمی اسم فامیل رو پیدا کنم، اگه پیش من باشه پیدا بشه. البته اسم و فامیل به درد ما نمیخوره، ما خودمون اسم و فامیلشون رو میدونیم. میدونی؟ خب چیه؟ برای شما چه فرقی میکنه؟ بهرام مرزبان، سودابه سالاری. سالاری؟ آخه میدونید این منطقه پر از سالاریه. بله درسته، اما صبر کنید، شاید حاج علی بتونه کمکتون کنه. اون همه قدیمی های منطقه رو میشناسه، اگه مال 30 سال پیش باشه حتما کمکتون میکنه. جدی میگی؟ خب این آقای حاج علی آدرسش کجاست؟ الان نمیتونیم برید، یکم دوره، به تاریکی میخورید. حالا شما آدرسشو بدین. راست میگه، براتون رو کاغذ میکشم. یکم پیچ تاب داره، یه ذره هم پیاده روی. نه به اون روز اول که از تو سوراخ دماغ منم عکس میگرفتی، نه به حالا. به تو هم میگن عکاس؟ آدم عکاس باشه، دوربین هم داشته باشه، یه همچین جایی که پر از منظره هم باشه یه دونه عکس هم نگیره. نگران نباش، پیداشون میکنی. نمیخوام دوباره امیدوار بشم محمد. خب فکرشو نکن، اول بریم غذای محلی رو به بدن برسونیم تا بعد بهت بگم. معده داره بعد جوری اعتراض میکنه. میشنوی صداشو؟ سلام خانم دکتر. عقبی کجام؟ به جای استنتاق بفرمایید شما اینجا چی کار میکنید؟ شاید شما ندونید ولی اینجا کارخونه منم هست. اه؟ عجب. از کی؟ از وقتی که پدر بیچاره من که شریک بابا جون شما بود مرد و سهم شراکتش به من رسید. تا جایی که یادم میاد بابام سهم پدر شما رو از کارخونه خریده بود. اشتباه به عرضتون رسوندن. مایلی میتونی از وکیلتون سوال کنی. کلانی؟ بله کلانی. اون خوب در جریان همه ی فعالیت‌های شرافتمندانه بابای شما هست. بابای من مرده آقای اشراق. یادت نرفته که خیلی عزادار بودی؟ خوشم نمیاد کسی دربارش اینطوری حرف بزنه. بسیار خوب. معذرت میخوام که اسباب کسالت همسر عزیزم فراهم شد، ولی واقعیت با جمله بندی آدم عوض نمیشه خانم دکتر. اه پس شما ناگهان یاد واقعیت ها افتادین، تصمیم گرفتین از شراکتتون استفاده کنین، تشریف بیارین اینجا بشینین پشت میز؟ چرا که نه. شاید هم میخوام سهممو بفروشم. محمد خریدار هست؟ بعید میدونم وسش برسه، به خصوص حالا انقدر به پیسی افتاده که خواهرش مجبوره مشکلاتش رو حل کنه. چی میخوای از جون من؟ اینو 1000 بار پرسیدی، یعنی نمیدونی؟ فکراتو بکن عاطفه، هنوز هم فرصت هست، هنوز هم میشه برگشت به روزای خوب گذشته، میشه همه این تلخی‌ها رو فراموش کرد. چی میگی ایرج اشراق؟ تو از من شکایت کردی، داری میکشونیم دادگاه، وقت میخوای برگردیم به روزای خوش گذشته. کلید همه این قفلا تویی. من خیلی سعی کردم باهات راه بیام، چقدر برات گل فرستادم، چقدر صبوری کردم، اما بد کردی، با من خیلی بد کردی عاطفه. من هنوز همون ایرجم، اما تو صلح و صفامو نخواستی، اون همه مهر و محبت و این راهی که تو انتخاب کردی. اما یک کلمه فقط کافیه، یک کلمه بگی تا تو دادگاه میبینمت. Thank you.
سلام، معطل شدی؟ میدونی که دوست ندارم منتظر بمونم. خب معذرت میخوام، ولی دیر بهم گفتی، نمیتونستم با اون سرعت برسم. حالا ببخشید. خب؟ خب چی؟ امروزم قرار غافلگیر شم؟ غافلگیر بر چی؟ و اینکه هر وقت بیرون از خونه با من قرار میذاری یه نقشه ای تو سره. راست شو بگو. نه این دفعه کاملا جدیم. چیزی شده؟ اگه ازت بخوام بیایی برای همیشه از ایران بریم، نظرت چیه؟ تو که جدی نمیگی. چرا؟ آخه چرا باید از ایران بریم؟ ما که مشکلی نداریم. کار تو، کار من، بعدم مامان من با این شرط مریضی که داره. آخه چجوری؟ بکن با وجود همه اینا کجا بریم آخه؟ یه جای خوب با شرایط رویایی. باید بهم زمان بدی. یعنی تازه میخوای تصمیم بگیری؟ نه یعنی پس جوابت مثبته. خب آره، ولی من واقعا هنوز نمیدونم. ایرج چی داری میگی آخه؟ تو دو هفته؟ سه هفته. خواهش میکنم ازت ایرج، آخه من یک ماه. باش. خوب خوشحالم. حالا میتونیم سفارش بدیم. تو چی میخوری؟ بستنی؟ به نظرت من نباید دلیلشو بدونم؟ مهم نیست. مهم نیست؟ آره مهم نیست، چون اصلا سفری در کار نیست. چی؟ آره فقط میخواستم ببینم حاضری به خاطر من از کار خانوادت بگذری یا نه. بستنی شاتوت یا تیرامیسو؟ اینطوری نگاه هم نکن. لبخند. زندگی با لبخند زیباتر ها. مرگ ایرج. مطمئنی داریم درست میری؟ والا با این نقاشی که آقای عکاس برای ما کشید باید همین جاها باشه. پس چرا نمیرسیم؟ شما حوصله کن، چشم میرسیم. بفرمایی آخر پیچ، بالای تپه با راه پیچ در پیچ، درست این نقاشی کج و کوله آقای عکاس. کاش دوربینم آورده بودم. بفرما. باز بگو ایران بد جایی، آدماش معرفت ندارن. بالاخره اومدین ها؟ منتظرتون بودم. حاج علی شما این؟ بله خوش اومدین.
زیارتتون که تموم شد گلوی تازه کنید. این آقا دوست من تازه برگشتن ایران، دنبال خانواده‌شون می‌گردن. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وسط خویش. گفتی از اون خانوادگیش سالاری بود؟ من نه، هنوز چیزی نگفتم. اسم مادرشون سودابه است، سودابه سالاری. یه خانم سالاری است که اون بالا زندگی میکنه، شاید اسم سودابه باشه نمیدونم، اما دختر حاج یونس بود، حاج یونس معروف. به ما گفتن که اسم پدر بزرگشون حاج یونس بوده. خدا بیا مرتدش، حاج یونس آدم بزرگی بود. باورم نمیشه بعد از این همه سال نوش برگشته و روبروی من وایستاده. پس تو پسر بهرامی؟ شما؟ از همون لحظه اول شناختمت پسرم، اونقدر شبیه پدرتی که باورم نمیشه. خدا رحمتش کنه، بهرام مرد بزرگی بود. من جون دوتا پسرم و مدیون اونم. پس شما میدونید مادرم کجاست؟ دایی همین نزدیکی ها کار میکنن، دارن اون بالا جاده سازی میکنن. بری پیشش صاف میبردت پیش مادرت. برو پسرم برو، از طرفم به مادرت سلام برسون و بگو یادت میگفتم جوسه به گم گشته باز آید به کنعان. برو برو به امان خدا. الو سلام عاطفه، مژده بده. تبریک، مامان پولادو دیدیم بالاخره؟ نه هنوز، ولی خیلی نزدیک شدیم. آدرس داییشو پیدا کردیم، داریم میریم اونجا. اه پولاد دایی هم داره، پس باید دو تا شیرنی بده. محمد باشه بهش میگم. تو چه خبر؟ مامانتی خوبه؟ آره اینجا همه چی خوبه. عاطفه صدات یه طوریه، چیزی شده؟ نه اصلا. عاطفه چاخان نکن، مرگ محمد مامان حالش خوبه؟ آره بابا دیوونه، باور کن خوبه. من فقط یکی می دلم برای شما شور می زد همین. خب خیالم راحت شد. الو محمد جان یه لحظه گوشی. الو سلام خانم دکتر، میونت با خبرهای بعد چطوره؟ سلام، خبر بعد؟ چرا؟ خب ظاهرن طرف دستش پره عاطفه. چی داری میگی تو؟ یه لحظه گوشی. الان محمد جان دیگه پشت خط نگهت نمیدارم، خبر خوب شنیدی به هم زنگ بزن. عاطفه کیه پشت خط؟ خبر بعد چیه؟ چیزی نیست، بعد عاطفه. از زنگ بزن. خدافز. الو گلچه ببین آتی، تو مهریتو به شوهرت بخشیدی؟ بخشیدن که آره بهش گفتم نمیخوام، ولی خودش به اصرار چکو به هم برگردون. ببخشی گلچه جم، بزن یه لحظه گوشی. محمده؟ آره فکر کنم نگران شده گوشی. الو بله. محمد بهت گفتم بعدن زنگ بزن دیگه. سلام خانم دکتر، میبینم که برادرتون رو هم مثل من مینوازید. بر چی زنگ زدی اینجا؟ این چه فرمایشی خانم دکتر؟ سلام رسم ادبه. خیلی ممنون که رسم ادب رو به جا آوردین. حالا خدا خانم دکتر میخواستم ببینم، فقط نمیدونم شما تشریف میارین رستوران من یا من دوباره بیام کارخونه.